قرن 19 بود که آمریکایی ها برای اولین بار با دنیای جدید مواد مخدری نظیر هروئین، مورفین و کوکائین آشنا شدند. از آن زمان تا امروز همچنان مواد مخدر و اعتیاد گریبان جامعه آمریکایی را گرفته. اوایل قرن 20 آمریکا اولین اپیدمی مواد مخدر و اعتیاد را به خود دید. محدودیت‌های داخلی و اعمال قوانین ضد مواد مخدر در داخل آمریکا با جنبش جهانی محدود کردن تریاک و کوکائین این اپیدمی رو فرو نشاند. زمان جنگ جهانی دوم مصرف مواد مخدر در آمریکا پدیده‌ای نادر محسوب می‌شد و یک مشکل اجتماعی به حاشیه رانده شده. اولین اپیدمی زود از خاطر رفت. من روزبه مظهری هستم و شما به سیمای آمریکا نگاه می‌کنید. سالهای دهه 1960 بود که ماریجوانا، آمفتامین و روانگردان‌ها وارد صحنه شدند و این نسل جدید جذب این مواد شد. سالهای دهه 70 دوباره کوکائین وارد بازار شد و یک دهه بعد کرک، و این آغاز گسترش اعتیاد و خشونت در سطحی بود که باز هم میشد اون رو اپیدمی اعتیاد نامید. امروز چالش اصلی مبارزه با مواد مخدر در آمریکا تغییر شکلی است که باندها و گروه‌های قاچاق مواد مخدر یافتند. زمان این گروه ها در داخل آمریکا فعالیت می‌کردند و امروز مقر اصلی اونها خارج از خاک ایالات متحده است. سال 2013 24 میلیون و 600 هزار آمریکایی بزرگسال دچار سوء مصرف مواد مخدر یا اعتیاد بودند. حدود 7% جمعیت. بیشترین ماده مورد استفاده معتادان ماریجوانا است. حدود 20 میلیون آمریکایی بالای 12 سال ماریجوانا و مشتقات اون رو مصرف می‌کنند. مواد روانگردان، کوکائین، توهم‌زاها و داروهای مسکن و قرص در مقام‌های بعدی قرار دارند. این الگوی مصرف کمابیش در یک دهه گذشته در آمریکا دیده شده. در کنار این تعداد معتاد و موارد سوء مصرف دارو و مواد مخدر، هزاران سازمان خیریه و بازپروری برای کمک به این معتادان که در دنیای امروز بیمار به حساب می‌آیند، مشغول به کارند. در برنامه این هفته سیمای آمریکا به سراغ خانه ماریان می‌ریم که یکی از نمونه‌های بسیار موفق بازپروری معتادان زن در شرق آمریکا به حساب میاد. امروز یه کار جدید یاد گرفتم. کاشتن گل. هرگز فکر نمی‌کردم کارهایی مثل این یاد بگیرم. خانه ماریون یک تجربه فوق‌العاده است. با عشق، تارشا. The Marian House is a very wonderful experience. Love. My grandson. نوه من. فقط شنیدن فریادهاش زمانی که پلیس با لگد به در میزد برام کافی بود تا دیگه هرگز اجازه ندم چنین چیزهایی رو ببینه. Heroin, cocaine, pills, whatever would take me out of my own head. هروئین، کوکائین، قرص و هر چی که منو از خود بی خود میکرد. ولی افتادن ته چاه و خدا نجاتم داد. خونه ماریان واقعا جای بی نظیریه. اینجا پناهگاهیه برای زنهایی که نیاز دارن. مثل موارد تجاوز به عنف، خشونت خانگی، آزار جنسی، بیماری‌های روانی و اعتیاد. خانه ای برای بهبود و درمان. من 9 ماه تو زندان بودم و اونجا بود که در نهایت تسلیم شدم و گفتم خدایا لطفاً این افیون از من دور کن و کمکم کن تا یه زندگی درست در پیش بگیرم. خدا هم کمکم کرد و من الان اینجا هستم. شجاعت زیادی میخواد که همه چیز رو تغییر بدید. باید افرادی که هر روز باهاشون معاشرت میکنین، جایی که زندگی میکنید و گاهی وقتا حتی خانوادتون رو هم کنار بذارید. من تا 18 سالگی مواد مخدر مصرف نکرده بودم و با ماریجوانا شروع کردم. بعد از ماریجوانا رفتم سراغ الکل، ولی این کار شدیداً نگرانم میکرد. چون مادرم الکلی بود و همیشه قسم میخوردم که سمت الکل نرم.
دیگه بی‌معنی بود به عقب برگردم. فهمیدم باید یه کاری بکنم. به من میگفتن وارد شدن به اینجا سخته و باهات مصاحبه میکنن تا ببینن واقعا میخوای و آمادگی داری این کار رو انجام بدی یا نه. من دیگه هیچی برام نمونده بود و به اینجا احتیاج داشتم. قبل از ورود به اینجا شما باید دو تا مصاحبه انجام بدید. ریتا یکی از خواهران اینجا با من مصاحبه کرد. خدای من، هیچ وقت تو زندگیم انقدر گریه نکرده بودم. وقتی اومدم بیرون عصبی بودم. ولی میدونستم که حقیقت رو گفتم و خلاصه هرچی از خودم میدونستم بهش گفتم. اولین مصاحبه‌ام روز دوشنبه بود و دومیش روز سه شنبه. روز چهارشنبه هم وارد اینجا شدم. زندگی در اینجا مثل زندگی در خوابگاهه. من معمولاً میگم مثل زندگی در خوابگاه یک دانشگاهه که شدیداً مذهبیه و قوانین زیادی داره. ما ساعت‌های خاموشی داریم و در مورد ملاقات کننده ها هم محدودیت داریم. هفته اول که در قرنطینن و اصلاً نمیتونن ساختمون رو ترک کنن. اوایل ورود به اینجا هم ساعت خاموشیشون زودتره. انتظار میره که در تمام برنامه‌های اجباری شرکت کنن و اگر در یک جلسه مشاوره غیبت کنن، یک اخطار کتبی میگیرن. این اتاقمه. وقتی اول میانی اینجا یه اتاق کوچیک بهتون میدن. اما بعد از یه مدت میتونید به یه اتاق بزرگتر برید. هزاران نفر از این زنها بیرون از اینجا، نه فقط در شهر بالتیمور، بلکه در سراسر آمریکا و یا احتمالاً همه جای دنیا. ولی متاسفانه همه اونها به اینجا نمیان، چون یا نمیدونن چنین جایی وجود داره و یا اینکه هنوز آمادگیشو ندارن. با این حال امیدواریم اون روز برسه، مخصوصاً اونهایی که در نزدیکی ما زندگی میکنن. فکر میکنم بیشتر از اون چیزی که من بتونم درک کنم شجاعت میخواد. مثل پریدن از صخره است. شما همه چیز رو پشت سرتون میذارید و نمیدونید کجا فرود میایید. گاهی کل زندگی که داشتین باید تغییر بدین. بنابراین شعارمون اینه که زنها از وابستگی به سمت استقلال میرن. My name is Monica Scott and you're watching See Maya America. خانه ماریان 30 سال پیش در شهر بالتیمور در ایالت مریلند تأسیس شد و یکی از نمونه های عالی مراکزی است که خدمات بازپروری ارائه می کنه و به زنان معتاد، بی خانمان و دچار مشکل و همچنین فرزندانشون سرپناه میده. این زنان دچار مشکلات متفاوتی هستند، از مورد سوء استفاده جسمی و جنسی قرار گرفتن تا بیماری اعتیاد. سال گذشته خانه ماریان 141 زن و 56 کودک رو تحت سرپرستی داشت. هدف خانه ماریان این هستش که زنانی که معتاد، بی خانمان و دچار مشکلند بتونن مثل زمانی که معتاد نبودند باز هم عضو مولدی در جامعهشون باشن و زندگی عادی رو دنبال کنن. طی 30 سال فعالیت خانه ماریان بیش از 1000 زن معتاد معالجه شدن و به جامعه بازگشتن. How often are you using heroin? Are you using every day? چند وقت یه بار هروئین مصرف می‌کنی؟ هر روز؟ چقدر مصرف می‌کنی؟ خب، اسمت چیه؟ Have you ever been in treatment before? هیچ وقت تحت درمان بودی؟ کجا می‌تونیم همدیگه رو ببینیم؟ چون باید چند تا فرم برات پر کنم تا بتونم برات کاری بکنم. On your behalf to be able to advocate for you. ساعت 2 چطوره؟ Okay, can you meet me at about 2 o'clock? Have a good day. I'll see you later. باشه. بعدم میبینمت. That's kind of what I some of the things that I do all day. این بخشی از کاریه که هر روز انجام میدم. تلفنم زنگ میزنه. یکی شماره منو از یک دیگه که به اون کمک کردم گرفته. معمولا اونا رو همون جایی که هستن ملاقات میکنم و وضعشون رو بررسی میکنم. سعی میکنم ترتیبی بدم که یا همون روز یا چند روز بعد به جایی برن که میتونن کمک بگیرن. to be able to seek help.
اسم من مونیکا اسکاته. من ساکن خانه مریان بودم. 24 سال هروئین، کوکائین، مارجوانا، الکل و قرص مصرف میکردم. از همه چیز به هیچ چیز رسیدم. بی خانمان شدم. تویی دست تو خیابونا بودم. دست به خود فروشی زدم و خرید و فروش مواد مخدر میکردم. به زندان افتادم. اما بعد از 4 سال و 6 ماه و 20 روز آزاد شدم و به خانه مریان اومدم. از اونجا بود که زندگی من شروع شد دوباره. مونیکا اسکات هستم، بفرمایین. مسلماً، حتماً. چیکار میتونم براتون بکنم؟ من دانشگاه رفتم و 2 مدرک دارم. خدمات انسانی و گواهینامه مشاوره در زمینه اعتیاد. مدرک روانشناسی هم دارم. سال پیش فارغ التحصیل شدم و برای گرفتن فوق لیسانس حالا تو رشته روانشناسی مشاوره‌ای در دانشگاه بالتیمور درس میخونم. So we try to get you in as early as possible, 6:30 in the morning, 8:00. Because I've lived on both sides of the fence. چون منم معتاد بودم و هم برای درمان معتادان کار میکنم، میتونم هم از جنبه انسانی و هم از لحاظ حرفه‌ای باشون همدردی کنم و ارتباط برقرار کنم. چون اینکه یک شخص حرفه‌ای تحصیل کرده به آدم کمک کنه یه چیزه، ولی کسی که همون زندگی رو داشته یه چیز دیگه است. سلام خانوما، حالتون چطوره؟ منم دوستتون دارم. اینا کسایی هستن که در گذشته بهشون کمک کردم. I'm glad to hear things are going well for you. I am awesome. Good. I'm going to my daughter's graduation. Wow. It is amazing when you see them and they see you. احساس فوق‌العاده‌ایه وقتی اونا رو بعد از 5 سال، 10 سال میبینی و میگن که میخوایم برای کاری که برامون کردی ازت تشکر کنیم. چون اینکه تو اون موقع ما رو باور کردی و بهمون اهمیت دادی خیلی برامون ارزش داره. میدونی اینطور لحظه هاست که از لحاظ شخصی برای من خیلی مهمه. چون آدم نمیدونه حرفای مثبتش چه اثری میتونه رو مردم داشته باشه تا اینکه اونا بهت یادآوری کنن. میگن چیزی به من گفتی که زندگیمو عوض کرد. من به خاطر این لحظات سپاسگزارم. یه روز تو آینه نگاه کردم و به خودم گفتم تو بیشتر از این ارزش داری، بیشتر از این لیاقت داری. اینجا چه خبره؟ یکی از مریضای ماست؟ نه؟ من برای پناهگاه بی خانمانا کار میکنم. سلام، حالت چطوره؟ صدامو میشنوی؟ پلیس رو میخوای؟ ما همیشه در مورد ننگ و داغ معتاد بودن صحبت میکنیم. من دارم سعی میکنم ذهنیت مردم از معتادین رو عوض کنم. صرفا با نگاه کردن به من نمیتونی حدس بزنی که من معتاد بودم. ولی خب معتاد بودم. این برای همیشه با من خواهد بود. ولی ببین یه معتاد چه کار میتونه بکنه وقتی که مورد حمایت قرار بگیره و بهش کمک بشه؟ ما میتونیم همون چیزی باشیم که میخوایم باشیم. من از اعتیاد نجات پیدا کردم. میدونی معنیش چیه؟ یعنی اگر من بتونم با کمک خدا بر اون غلبه کنم، میتونم بر هر مانعی که سر راهم باشه غلبه کنم. چون دیگه اونقدر سخت نیست، اونقدر سنگین نیست. خب این بود سیمای آمریکایی دیگر و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. منتظر پیشنهادات و نظرات شما برای هرچی بهتر کردن برنامه خودتون سیمای آمریکا هستیم. برای ما ایمیل بفرستین. آدرس ایمیل ما سیمای آمریکا@voanews.com. شب و روزتون خوش.